سلام علیکم دوستان در این ویدیو برای برایتان یک کیبورد را نشان میدهم که داشتن آن در هر موبایل یا در هر سیستم اندروید ضرور است یا خیلی مهم و مفید است برای دانستن این پس لطفا تا آخر ویدیو ما را همراهی نوید دوستان این کیبورد در پلی موبایل موجود است پلی استور موبایلتون را باز بکنین زمانی که باز کردین دوستان در قسمت نام یک ج... کیبورد ج... 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 نوشته است جیبورد در گوگل کیبورد و من همچنان لینک این اپلیکیشن رو در قسمت دیسکریپشن ویدیو هم میذارم. اگر خواستین از اون قسمت هم میتوانین که در موبایل خودتان ارسال بکنین یا نصب بکنین زمانی که ارسال کردین یا نصب کردین بعد از اون در قسمت بین بالای آن کلیک کنین باز شود در قسمت بالای دگمه کلیک بکنین اینه بالای این و در انځور دو سه پوینټ بین جېبوت دامه شوه او درمقابلش اې دغمه را پای تر بزنین فعال شوه او بعد ازو ولید دغه یو کې کلیک وکنین د مرحله بادي رحم ولید دغمه کلیک وکنین سلیکټ ایم پټ میتود او بعد ازو د انجو جېبوت رنټ خب وکنین ولید از کلیک وکنین bale to son دوستان با شکل پیشور زبان این کیبورد انگلیسی است یا انگلیش است شما می توانید که همچنان هر زبانی را که خواسته باشین انتخاب بکنین در قسمت بالا بالای لنگویج لنگویجز کلیک میکنیم و در اینجا در قسمت پایین باز بالای دکمه اد کیبورد کلیک میکنیم در اینجا لیست زبان های مختلف باز می شود، هر زبانی را که می که تسلط دارین و می خواهید می توانید که انتخاب بکنید به طور مثال من فارسی را انتخاب میکنم بالای پس یعنی در قسمت کلیک میکنم و بعد از او در قسمت پایین بالای دگمه دن کلیک میکنم فارسی انتخاب شد تنظیمات رو انجام دادیم حال دوستان من واتساپ خود را باز میکنم خصوصیاتی که این کیبورد داره من برایتان واضح میسازم یا برایتان بیان میکنم دوستان اگر خصوصیت اولی این در این کیبورد یا در این جیبورد ما می کی که یک متن را در داخل این کیبورد ذخیره بکنیم هر زمانی که خواستیم ضرورت نباشه که دوباره آن را نوشته بکنیم فقط بالایش کلیک بکنیم و بالای سند کلیک بکنیم ارسال شود به کسی با طور مثال ما در قسمت این متن را از قسمت بالایش کلیک اینام سلیکت شوه یا انتخاب شوه. بعد از در قسمت بالا بالای سه نقطه که دیدم میشه و کلیک میکنم و در اینجا بالای کپی کلیک میکنم این متن ما در کلیپ این کیبورد حجد اگر در قسمت بالای دکمه کلیک بکنم متن ما در قسمت میایه ما از این قسمت متن رو به طور مثال حذف میکنم و در قسمت بالای سه نقطه که دیدم میشه و در اینجا کلیک میکنم و در این قسمت بالای ای گزینه کلیک میکنم بریدادون بالا از کلیک میکنم متن نیما در قسمت دیده میشه و ما متن که بخوایم که ذخیره بکنم همیشه در اینجا باشه چی بکنیم دوستان چند لحظه با انگش خود بالای آن فشار میدهیم و بعد از او در قسمت سه گزینه باز شد اگه شما میخواین حذف بکنین بالای حذف کلیک بکنین اگه سنجاق میخواین بکنین بالای سنجاق اگه میخواین که ذخیرش از در قسمت ذخیره باشه بالای جایگذاری جا جا کلیک بکنین ماتن دای دا قسمت ذخیره میشه و هر زمانی که شما خواستین فقط از اینجا بین بالای آن کلیک بکنین بالای آن کلیک بکنین متن تا این قسمت میایه ضرورت بنوشتن نیست شما میتوانین ایمیل آدرسی تان را و دیگر خصوصیات تان رو در قسمت ذخیره بکنین خصوصیت دومی این کیورد این است که دوستان شما میتوانین که وایس مسیج را به متن تبدیل بکنین به طور مثال شما مسیج را به تون بگوین مسیجتان هم به متن تبدیل شوه با طور مثال حال در دا قسمت دای دا قسمت بالای د مایکروفون می که دیدم شو بالای از کلیک بکنین در قسمت بالای علاو کلیک بکنین و متن را که میخواین سلام دوستانی عزیز میبینین دوستان زمانی که ما سلام دوستانی عزیز گفتم سلام در اوتومات در اونجا نا نا نوشته شد و بالای سند که کلیک کردم ارسال شد شما میتوانید که بالای این کلیک بکنین و متن خود رو در اینجا بگوین سلام دوستان عزیز می دوستان؟ در دو قسمت نوشته میشه. این خصوصیت دومی کیبورد بود خصوصیت سومی این کیبورد قسمی است که دوستان اگر شما بخواین که متن آن را به فارسی نوشته بکنین به هر زبانی که میخواین اتومات ترجمه شود چگونه این کار را در این کیورد انجام بدهیم به طور مثال برای انجام دادن این کار در ای قسمت بالای سه نقطه که دیده میشه کلیک بکنین و بعد از اون در اینجا یک گزینه به نام ترجمه دیده میشه بالای ترجمه کلیک بکنین در این قسمت دوستان زبان فارسی دی می شود زبانی سک شما میخواین خواهید تایپ بکنیم و در قسمت زبانی سک با آن ترجمه می شوه. در اینجا اگر فارسی نباشه بلای ازی کلیک بکنین و فارسی رو انتخاب بکنین و در اینجا بلای ازی کلیک بکنین هر زبانی را که میخواین که با اون ترجمه شوه انتخاب بکنین به طور مثال من انگلیسی رو انتخاب میکنم حالا قسمت من فارسی تر... نوشته میکنم به انگلیسی ترجمه میشوه به طور مثال در این قسمت نوشته کردم سلام دوستان چطور هستین در اینجا نوشته شد که Hello friends, هاو ار یو بالای سنت کلیک بکنیم متن ما به انگلیسی و دوستمون ارسال می شود به این قسم شما می توانید هر متنی را به فارسی تایپ بکنین و به انگلیسی یا هر زبان دیگه ترجمه شود این خصوصیت دومی این بود دوستان خصوصیت سیومی این کیبورد بود است که قسمی است که دوستان اگر ما بخویم با کسی با کسی ایموجی ارسال بکنیم ایموجی های مختلف در این کیبورد دیده می شود دوستان در قسمت بالا بالا این دکمه چند لحظه با انگشت فشار بدهن و بعد از اون لیست ایموجی ها در این قسمت باز می شما هر ایموجی را که خواستین با کسی ارسال بکنین بالا آن در کلیک بکنین در اینجا شکل بزرگ آن می یا بالا هر کدام اینا کلیک بکنین ایموجی بزرگ ارسال می چندین نوع ایموجی میه بطور مثال یک ایموجی دیگر رو از این قسمت من انتخاب بکنم شکل کلانی آن در این قسمت می آید هر کسی که خواستین آن رو ارسال بکنید در این قسمت دوستان شکل خیلی جالب ایموجی خیلی جالب داره پس دوباره بالای ایموجی کلیک میکنم در قسمت بعضی گیفت ها را هست دوستان بالای گیفت ها که کلیک بکنید در اینجا انواع و اقسام گیف است. هر کدام این را که خواستیم به کسی ارسال بکنین بالای سنت کلیک بکنین ارسال می شو. این خصوصیت این خصوصیت این بود دوستان خصوصیت بعدی این که بود قسم سکی اگر ما بخوایم که یک متن انگلیسی نوشته بکنیم به طور مثال من اینجا یک متن انگلیسی نوشته میکنیم Hello, dear friends. و طور مثال ما در قسمت یک متن انگلیسی نوشته یا یک مسیج ان انگلیسی نوشته کردم میخوایم که تمام حروف این متن انگلیسی یا با حروف کلان باشه یا حرف هر حر کلمه حرف اولی هر, حر کلمه, کلمه با حروف کلان باشه یا تمام این حروف با حروف خرد باشه چگونه این رو تبدیل بکنیم متن یا مسیجتون رو انتخاب بکنین بعد از او ولی سلیکت آل کلیک بکنین انتخاب شوه دوستان در قسمت یک هرو دیده می شود یک دیده می شود بلای از او کلیک بکنین متن شما تمامش به انگلیس با حرف خورد انگلیسی تبدیل شد اگر دو بلا برای آن کلیک بکنین حرف اول هر کلمه بزرگ شد اگر دو بلا برای آن کلیک بکنین حرف اولی تمام حروف آن کلمه یا آن مسیر بزرگ شد به این قسم هر قسمی که شما خواستین می توانین متن تانه به دوستانی تان ارسال بکنین دوستان این بود خصوصیات این کیورد اگر این ویدیو خوشتان آمده باشه لطفا کانال ما را سابسکرایب نماین تا ویدیوهای بعدی الله حافظتان